سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظما شیرازی متذله در شهر مقدس کربلا از آقای حاکم دوش عضو هیئت مدیره آستان مقدس علوی استقبال کرد در این دیدار آقای نصرالله بر ضرورت مقابله با افرادگرایی و تقویت وحدت کلمه و استوار کردن صف دینی و ملی تاکید کرد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظما شیرازی سید عارف نصرالله در این ملاقات گفت باید در برابر جریانات بیگانه با دین ناب اسلام که در سایه بارانهای سیاسی و اقتصادی قصد نابودی آینده جوانان ما را دارند مقابله کرد وی افزود بسیاری ایده ها و افکار منحرف و عقاید فاسد را در میان جوانان ترویج می کنند تا آنها را گمراه و از مرجعیت شیعه دور کنند. مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت با اشاره به تحرکات جریانهای مخرب و ضد دینی در کشور عراق گفت گروه های فاسد و مخرب در حال فعالیت در کشور عراق و در میان جوانان هستند و هدفشان سرنگونی اسلام ناب محمدی به نام اسلام و دین است آنان با سوء استفاده از عدم آگاهی کافی جوانان در خصوص مسائل دینی و اجتماعی از آنها میخواهند که تبعیت از مراجع دینی را ترک کنند نصرالله تأکید تاکید کرد باید با هوشیاری مراقب گسترش و رواج افکار جریان سلوکی یا به نام مهدویت و پیروان یمانی و مانند اینها باشیم زیرا این افکار گمراه کننده ان و منشه آن جهالت است و بعید نیست که این جریانات با سهمیسم جهانی و دیگر محافل مشکوک در رابطه باشند عضو هیئت مدیره آستان مقدس علوی نیز از حکومت حوزه های علمیه علما و کلیه روشنفکران خواست که در برابر خطر این افکار مسموم هاشیار باشند و به شدت با آنها مقابله کنند تا نقشه ها و برنامه های تهاجمی دشمن را ناکام بگذارند